بنام خدا و سلام بر شما بیننده برنامه سرنوشت به گونه زنده با من هادی سیدی از نور هستید حمله بر مرکز اجتماعی و فرهنگی توبیان و خبرگزاری آوا مقام های وزارت داخله تایید کردند که تا اکنون امروز چلتن در نتیجه حملات انتحاری بر مرکز فرهنگی توبیان جان باختند و بیش از سی تن دیگر زخم برداشتند سید حسن حسینی مسئول دفتر کابل خبرگزاری صدای افغان آوا گفته است که در زمان حمله یک نشست علمی پژوهشی با موضوع رویداد ششمی جدی حجوم نیروهای شوروی به افغانستان نیز در جریان بوده که در آن دهها تن از دانشجویان و نخبگان فرهنگی و دانشگاهی کشور حضور داشتند در این نشست شماره از خبرنگاران که برای پوشش این محفل اشتراک کرده بودند در این گرد همایی نیز زخم برداشتند مسئولیت این رویداد را تا کنون کسی به عهده نگرفته است اما گروه طالبان اعلام کردند که آنها در این انفجار دست ندارند بیشتر در همین رابطه می با حضور مهمانانم آقای مجیب خلوتگر رئیس دیدبان رسانه های افغانستان آزاد افغانستان و ویانی و آقای سناتور هاشومی سید صفی هاشمی سناتور در مجلس سنای افغانستان مهمان عزیز به بحث خوش آمدید آقای خلوتگر بیشتر از زبان شما میشنویم که در این رویداد امروز بر مردم افغانستان چی گذشت بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین سلام به شما جناب آقای هاشمی و تمامی مخاطبین من ابتدا تسلیت عرض می کنم به خانواده های شهدای بزرگوار آدسه علمناک امروز در غرب کابل و از خداوند استدعا میکنم که روح رفتگان را قرین رحمتش داره و همچنان برای کسایی که باز مانده صبر جمیل ایتا کنه و بر کسایی که متاسفانه در یاد سمجبو هم شدن تعداد شفای کامل نصیب بسازه خداوند متعال به جامعه فرهنگی افغانستان تسلیت ارز میکنم به خاطر که حمله و محفل تقبیح جنایت تجاوز روزها در افغانستان امروز مورد حمله قرار گرفت و پژوهشگران و دانشجویان ما متاسفانه هدف این حمله بودند در کنارش به جامعه رسانه‌ای هم می‌خوام تسلیت عرض بکنم به خاطر که تعدادی از رسانه کارای ما در جریان این محفل متاسفانه زخم برداشتن و امیدوار هستم که جامعه رسانه‌ای ما و جامعه فرهنگی ما بیشتر از این متاثر نشه از عملات دشخیمان و دگمندیشان و نابخردان آنچه امروز اتفاق افتادی بود که حوالی ساعت دو و 20 دقه یک عمله کننده انتحاری در زیرخانه یا اصطلاح تحکاویی که محفل تقبیه یا احتفال تقبیه جنایت تجاوز روزها بر افغانستان جریان داشت یک عملی انتحاری انجام شد مم. کسی انگار با لباس اشتراک کننده ها با لباس کسایی کنجا بودن در اون زیرخانه شده و خود منفجر ساخت تعداد از دوستای ما و ما متاسفانه جام شهادت نوشیدن تعدادی هم زخمی شدند وقت نیروهای امنیتی به محل حادثه می رسیدن و داشتن می و نزدیکی محل در حوالی ابتدای کوچه که حادثه رخ داده و انفجار اصطلاح ماین های مقناطیسی رخ می ده معلوم نیست که دقیقا در این انفجار چی اتفاق افتاده آیا نیروهای امنیتی کسی دوچار موزل شده یا نشده ما که به محل حادثه بودم و رفتم دیدم که حداقل کسایی که اونجا مغازدار بودن و یا سبزی فروش های اونجا اما بر برهم خورده بود اثر از خون و چیز من ندیدم بعد شاید 20 دقیقه دیگه یا کمتر از 20 دقیقه وقتی که نیروهای امنیتی افراد بزرگ یعنی بلندپای نیروهای امنیتی داشتن و محل حادثه می رفتن انفجار سوم اتفاق افتاد بح. که در انفجار او رقمی که مدیدم، دیدم یک آقا که از کوچه می گذشت امونجا ام جراحت برداشتن و جراحتشان ابتدا فکر میشد که که سرکیز ولی پس از شاید چند ثانیه دیدیم که او آدم دیگه توانایی رو رفتن نداره و همونجا باز ماندن آنچه که اما در پس این مسئله یعنی ظاهر اتفاق همی بود در پس این مسئله در عقب پرده این مسئله اتفاق افتاده است که اولا گروه تروریستی داعش تا دا جایی که جسته گریختم و معلومات دارم مسئولیتی حمله را گرفته ثانی که این گروه نشان داده که حتی مخالف تجلیل از آه 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 یا تقبیه تجاوز بله. هستند یعنی حالا نشان میده که من نمیفهمم همبازی با روس هستند، هستن دایش یا یا چطور که تق... محفل تقبیه تجاوز روس در افغانستان رف قرار میدن از طرف دیگه نشان می ته حادثه که چقدر ما در شهر کابل در قلب افغانستان تاسیسات رسانه‌ای ما و خب البته می یک چیز دیگر هم بگوییم که به دلیل از اینکه که خبری افغان یا آواپرست امروی مرکز فرهنگی تبیان در یک تعمیر مشترک بودن خب ما شاهد دلوقتي. عمله و رسانه هم هستیم دلوقتي. دلوقتي. نشان می ته که چقدر تحسیصات رسانه ای ما نهادهای های رسانه ای ما از نظر امنیتی آسیب پذیر هستند امروزه دگه با توجه به ای عمله و عملات که در گذشته اتفاق افتاده بود مثلا بالای تلویزیون ملی در ولایت ننگرهار بالای یکی از تلویزیون های خصوصی در کابل چند روز پیش بالای یک رادیو در ولایت غور و امروز در آفیس نشان میده که دیگر روزنامه ما حتی در درون رسانه در پشت میز کارشان مسئول نیستن امروز یه عمله نشان داد که چقدر نامانگی بین نهادهای امنیتی و نهادهای استخباراتی وجود داره که اونا در, در, داخل شهر در داخل شهری که خب قاعدتاً آینه تمام نمای کل کشور ما باید باشه و از امنیت خوب برخوردار باشه نهادهای امنیتی بین خود و نهادهای استخباراتی اینا اما انگی ندارن من مثال بسیار عینیش اگر خدمت شما عرض کنم وقتی که مسئول امنیتی محل یا اصطلاح نامه روزه می آید در نزدیکی انفجار نهادهای استخباراتی یا امنیت ملی با او اجازه رفتن ده. نمیتن اما خب با پافشاری اینا یک ذره بتن میکنن یا جلیقه زده مرمی میپوشن و میرن داخل محل شاید 20 ثانیه فرق میکنه که انفجار دیگه رخ میده که این نشان میده که تا بین پلیس و بین نهادهای استخباراتی ما اما وجود نداره یکی حرف دیگه نمیشن در یک گستره کلانی میتونه نشان بده که در در استخبارات کلانی مثلا در مورد حمله بالای مرکز فرهنگی تبیان اگر رسیده باشم پیش افراد استخباراتی معلوماتش ای با پلیس و با دیگر نهادهای امنیتی شریک ساخت تشکر آقای خلوتگر آقای شمی حملات بر تجمعات و اجتماعات فرهنگی و ادبی و مدنی بار نخست نیست و تازگی ندارد چرا حکومت و نهادهای امنیتی درست تأمین امنیت نمی این نوع محافل را با توجه به تجربه ای که از گذشته چنین حملات دارند بسم الله الرحمن الرحیم عرض عدب ایترام به شما جناب صدا جلب کارمندان گرامی تکنیکی شما و همچنین بینندگان گرامی تلویزیون نور تشکر. من به نوبه خود برای تمام شهدا مخصوصا شهدای حادثه امروز بستی برین از خداوند تمنا دارم به های محترمشان تسلیت ارز میکنم و زخمی های یاد سرم خداوند ارچه آجل تر شفاف خب تا جایی که دیده میشه ما هم دچار تعجب هستیم که چرا را باید این حکومت جواب بده این یک واقع نیست چنانچه ایشان فرمودن واقعات بسیار دلخراشی در خود مرکز کابل و در گوشه و کنار کشور هر روز به حکوم میپنده که مردم ما به خاک خود میکشند. حالا دیگه گب از پایگاه نظامی و نظامی گذاشته در مساجد، در مکان مقدس، در مراکز فرهنگی، در مراکز رسانهی در کوچه بازارها، بازار ها، افراد ملکی که هستند، آنها آسیب پذیر شدند، مولد قرار می‌گیرند که این نهایت است و در هیچ قانونی و در هیچ سیستمی، در هیچ حرف گنجایش ندارد. تا جایی که معلومات است، عدم امانگی و بارها گفته شده و بارها گفته که ضعف استخباراتی کافی در این مورد تاثیر داره و من این فهم که چرا حکومت دارا و یا ریاست امنیت ملی ارگان های کشفی وزارت داخله ارگان های کشفی وزارت دفاع اینا شورای امنیت سرقماندانی علای قوای مسله از, از تجارب گذشته پند نمیگیرند و اینا آگاهی پیدا نمی که دشمن های مردم افغانستان هر روز به شیوه ها و به تاکتیک های جدیدی اونا وارد عمل می و نه. مردم ما شما را به خاک خون می کشونن. البته این حرف جدی قابل انتقاد است و مایه تحصیل است که حکومت نمی تانه که امنیت شهروندهای خود را بکنه نه. حکومت نمی تانه که بر مردم برای آینده های بیتر یک امید و یک نوید بخشه حکومت نمیتونه که مسئولیت جان و مال و ناموس و عزت و عبروی مردم حفظ چه بگیره یک ظرف بسیار و ای روی ای است. این رویدادهای اینچنینی اخیرا از اکثرا از سوی داعش پذیرفته شدند و طالبان آن را رد کردند حالا با توجه به اینکه استراتژی تازه امریکا مبارزش را بیشتر متمرکز با, با گروه تروریستی داعش گفته است چرا حالا ما طرف ما داعش است و یا داعش یک بازی جدید در پروژه ناامنی های افغانستان است ببینید سب مسائل بسیار پیچیده و پر از ابهام است در کشور ما به اساس اعترافات که خود حکومت دارا میکنند و همچنان دستگاه های دیگه مثل پانتو و دیگه استخبارات خارجی حدود 20 گروه توریستی فعالیت دارند و این گروه ها اه اه طبیعتا اهداف خاص خود دارند و عمدتا در پس پرده کشورهایی هستند مخصوصا های پاکستان و دیگر کشورهایی که اینا را هم تمویل میکنند هم حمایت میکنن و هم به خاطر تامین اهداف از اونها اینا دست به کشتار و قتل و خون و درشت و وحشت میپردازن ابهام دلیل هست که اوضاع داخلی کشور چنان ما سامان است که اما یه شهروندان می که چگونه یک سیستم داری در دا اینجا جوریان داره همچنان اوزای خارجی کشور ما و می بینیم که کشورهای متحده در رابطه به مسائل افغانستان خود سی می دانند و در دا اینجا تشبسات خود دارند و در دا اینجا مداخلات خود دارند و هر کدام به و از زنما می خواهد که از این آب گلالود اما از خود بگیره یا مایی خدا بگیره و به نفع خودش سوی استفاده بکنه دقیقا چه اهداف میتواند دنبال شود با توجه به این حملات خونین که جان بیگناه افراد بیگناه و ملکیان را میگیرد نه جان نظامیان که طرف اصلی این گروه ها هستند بله خب هدف اساسی است که یک وحشت و دهشت برانداختن و عمدتا اما ضعف حکومت دارای کشور برملا ساختن و در نهایتش اما جایگاه خود یا امو, امو تعداب و اساس کارهای خود بر بنیاد در شدف اینا استحکام ببخشن و دست به فعالیت های بسیار گسترده دیگه دی اینا بزنن خب اینجا اهداف هم داخلی وجود داره هم اهداف خارجی وجود داره که در تمام این اهداف که وجود داره یک موردی که ما و سایر دوستا همیشه تاکید بر که در اینجا شفافیت و راستی و صداقت با مردم افغانستان وجود نداره از حکومت گرفته تا دوستای استراتیجی حکومت همیشان در یک زدبند و یک معامله سیاسی هستند که در میان نه تنها امروز بلکه از سالهای متعدد مردم مظلوم و بیچاره و در بدر و بیدفاع افغانستان اینا بار ای جنگ تعمیلی، ای معامله گرای سیاسی، ای زد و بندها را کشیده و هر روز به خاک خون رفتیدن و فقر و بیچارگی و دردده و بحران مبتلا هستن این دیگه برای بزرگایی که در رأس قدرت شیشتن و برای کسایی که در خارج از مرزها روی مسائل افغانستان معامله می میکنن و مداخلات دارند برای از اونا بی تحصیل و بی اهمیت است مهم ای است که مردم ما بسیار رنگ می مردم ما بسیار درد کشتن و مردم ما از روز بخاک خون افتید که این عرف بسیار جای تحصیف است که ای وجدان ها ای افکار ای چوکی ها ای مقامات در غم و رنج درد مردم نیستن و اصلا متوجه نیستن و ای حالت میبینن و بدون اینکه که تجربه بگیرن یا از که بر مردم یک نویدی بیتن که حداقل ما متوجه جان و مال و عزت و آبرو و عزت شما هستیم این نیست این واقعا قابل تشکر است آقای هاشمی آقای حالا طرف گروه های توریستی دولت هست دقیقا چرا همواره به مردم اینها حمله میکنند بر ترجمهات مدنی فرهنگی حمله میکنند و حتی بر رسانه ها حمله میکنن این گروه توریستی خب ما وقتی میگیم گروه های تروریستی دشمنان مردم افغانستان قطعا در کنار از اینکه اینا دشمنان حکومت افغانستان هستند دشمنان مردم افغانستان هم هستند از طرف دیگه بنابر تعریف بسیار عام تروریسم و دهشت افکنی گروه هایی که دست به کشتار مردم بیگناه به خاطر اهداف سیاسیشان میزنند بس. اونا گروه تروریستی هستن با این کارشان اصلا هم, دایش تروریست هم طالب تروریست هم هر گروه دیگه که تحت هر انوان دست و اعمال تروریستی میزنه نشان میتن که اونا واقعا تا به تعریف قبول شده تروریسم اینا تروریست هستن بس. مسئله دیگه هم ما در جنگ های این آنچه که در افغانستان وجود داره در جنگ های فرسایشی چریکی غالبا طرف جنگ طرف که جنگش میخواه جنگش مشروعیت داشته باشه بیشتر به خاطر سر و صدا جنگ میکنه یا اصطلاحا به خاطر از این که جنگش بتانه او رو بیشتر مطرح بسازه ولو به هر حالتی باشه یا به با عبارت دیگه از دید سیاسی اهداف نرم را اینا مورد حجوم خود قرار میتن رسانه ها مردم بیگنا تجمعات فرهنگی ادبی اهداف نرم هستن هم از دید از این که رسیدن به یه اهداف بسیار ساده است و از طرف دیگر اما سر و صدایی که برملا میشه از یه اهداف بیشتر از سر و صدایی است که در جنگ با مستقیم با حکومت پیدا میشه و این خاطر در, در یک دید کلان استراتژیکی با خصوص دایشیان تروریست دست و کشتن مردم بیگنا میزنن و خصوص رسانه ها را مورد حمله قرار میتن اگر از دید به یک یک نقطه نظر رسانه‌ای به فرایند کاری دایش نگاه شود دایشی ها بیشترین استفاده را از رسانه ها کردند چی در زمینه اشتهار خودشان و چی در زمینه حمله بر رسانه ها به خاطر سر و صدا این کار در سوریه هم شده در عراق هم شده سر بریدن خبرنگارا از جمله کارهایشان بوده و در افغانستان ای تقریبا از نظر مکانی سیومین جایی است که دایشیان مسئولیت حمله را به این مکانهای ای به خصوص میگیرند تلویزیون ملی که چهار شهید به جا گذاشت در ننگرهار یک تلویزیون خصوصی که 25 مجروع و یک شهید به جا گذاشت در کابل و امروزه که گفته میشه بیشتر از چل شهید و بیشتر از سی مجروح به جا گذاشته و این هم مسئولیت چه دلیل چقدر آقای خلوتگر بربریت و به عدالتی را نشان می دهد که اجتماع فرهنگی که آن هم برای محکوم کردن یک تجاوزی که آشکار است برای جهانیان که چقدر بالای ملت افغانستان در آن زمان ظلم شد ستم شد و نشانه های از اون پاورجاست هنوز هم در افغانستان چقدر می تواند نشان دهنده این بیرحمی این گروه ها باشد برای جامعه رسانه و فرهنگ دایش افغانستان از زمانی که آغاز به کار کرده و طالبا از زمانی که ظهور کردن در افغانستان بخصوص از زمان حکومتشان قسی قلب هستند و قساوت قلب دارند در جای شک وجود نداره در که طالبان و ترورستان داعش از باورهای بربریت و فکر بربریت دنبال میکنن و از باورهای بربریت پیروی میکنن یه جای شک وجود نداره اما آنچه خیلی مهم است در این راستایی ای است که چطور با چون این قصاوت قلب وقتی نیروهای امنیتی افغانستان میبینن که دشمنان مردم افغانستان این گونه هستند بعد به نحو اغماز برای انجام وظایفشان میکنن به عبارت دیگه او وظایف را به او شکلی که مسئولیت دارن انجام نمیتن جناب سناتور فرمودند که در, در, بین نیروهای امنیتی اما معلومات در بین نیروهای امنیتی در سطح کلان نبود استخبارات یک یک موزل هست باید. ما باورم نیست امروز حداقل چیزی که می‌بینم خود امو امو یا استخبارات یا اطلاعات پخته بعد بیشتر به دست نیروهای استخباراتی میرسه اما ای که من نمیفهم چگونه احمال میشه و چگونه اعمال نمیشه ای حرف عرف بسیار مهم است مردم بیچاره به خاطر تقبیه تجاوزی که اولوش دو میلیون کشته و زخمی داشته گرده هم میاین بعد قربانی چنین گرده میشن این نه در های دینی که داعش فکر میکنه مسلمان است و طالب فکر میکنه مسلمان است میگنجه که قطعا اسلام دین صلح و اسلام دین برابری و زندگی است حتی در درم گستره های بربریت مثلا قرن های قبل از میلاد میلاد هم اینا میگن تشکر آقای خلوتگر آقای هاشمی اگر با یک دیدی کلی ببینیم که حالا با توجه به اعلام استراتژی تازه امریکا در قبال جنگ افغانستان و کنوشی روسیه و چین و پاکستان و منطقه در پیوند به همین اعلام استراتژی تازه امریکا که مبتنی بر خصومت خوانده شد از جانب اینها حالا این میتواند نشان دهنده همین بازی های منطقه ای در قبال افغانستان باشد و این یکی از عواملی که تاثیر میگذارد تاثیر منفی البته بالای مردم افغانستان باشد بله یقینا آه آه با احساس رقابت هایی که در سطح جهانی از گذشته وجود داشته نه. و فعلا هم به شکل خادش این تعاولات و تغییرات سیاسی و رقابت ها در سطح جهانی به نحوی دیگری پیش را رایی است همه مسائل بیتونه که در پیمان دیگری خود باشه و طور مثال استراتیجی جدید آمریکا که بیشتر سیاسیون و نخبگان رو تحلیل کردن که جنبه جنگی داره ای و و حضور خود نیروهای امریکایی در اینجا یک پرابلم بسیار جدی برای کشورهای مانند روسیه و ایران و چین است و با تاسف که این استراتژی تا کنون ما کدام نتایج ملموس از او بدست نامده این می تواند این حمله یک نتیجه باشه بله بله به خاطر اینکه اگر چون اخفاف قبلا ما سه سال پیش قرارداد امنیتی با امریکا امضا کرده بودیم و همچنان با دیگه کشورها هم قراردادهای استراتژیک افغانستان به امضا رسانیده و قبلا هم ما بیشترین تعداد از از امریکا و ناتو اینا در کشور خود داشتیم ولی میبینیم که روز به روز اوضا چنان که مردم توقع دارن بیشتر نمیشه بلکه هر روز بدتر شده رایست و هر روز به کشور به بحران داخلی و به بحران خارجی رفته اگر تا فکر کنیم که حضور امریکا در اینجا مورد پسند روس است یا ایران است یا چین است قطعا ما غلط فکر میکنیم اینها رقابت های خود در سایه مختلف منطقوی اینجا و در سایه سوا... جهانی دارن خب تا یک اجماع درست منطقوی تا یک اجماع عمومی و یک فکر مشترک در رابطه با تعریف تروریسم که بارها گفته شده در نزد کشورها به وجود نبرد و هر کدام توریسم به عنوان منافع منافع شخصی خود تعریف داشته باشند و از استفاده ابزاری بکنند در جغرافیای افغانستان یقینا که این وضع به نفع مردم افغانستان نیست بلکه چون واقعات بیشتر و بیشتر و بیشتر با حقوق خاطر پیوست چشم اندازتان از ادامه این وضعیت چیست آقای خب طبیعی است هر عملی منفی که ما شما میبینیم و در مقابلش عملکردی عمل کردی منفی عمل کردی بسیار ضعیف عدم مدیریت ضعیف را که ما در راستا میبینیم چشمانداز خوب نیست و آینده خوب به نظر نمی و اگر وضع به این منوال پیش بروه و احساس مسئولیت نباشه احساس وطن نباشه معامله با این آن صورت بگیره و کشورهای متحدد هر کدام به نفع منافع ملی خودشان در اینجا فعالیت بکنن و حکومت ما بدون از اینکه منافع و مسائل عمومی کشور و مردم مورد نظر بگیره آرمان های مردم مورد نظر بگیره اما هنجارها و انانات و رسوم و مردم مورد نظر بگیره و خود عمل بکنه و بی تفاوت عمل بکنه و شفافیت در کردارها و رفتارهای خود با مردم نداشته باشه و اعتماد مردم از او ارزش سلب شده خب طبیعی است که آینده تر بود و وضع از این کله نهایت هم وخیم خواهد شد برای مردم افغانستان آقای هاشمی خبرها این روزها از روند ها ایجاد دفتری برای طالبان در کابل می رسد و طالبان هم این چنین حملات را به دوش نمی و مسئولیتش را نمیپذیرند پذیرند و طرف ما اکنون داعش هست یا طالب طرف حکومت افغانستان سایکرین سیب خواهد من برای شما بگم عرف با کدام باقی. با. ما از بس که این عرفه را شنیدیم ما به عنوان مسئول یک سناتور یک مملکت عرف میزنیم ما از بس که این عرفه را شنیدیم قطعا باور نداریم که این پروسه ها نفع مردم افغانستان باشه متوجه هستین؟ با. سل باکی با دایش با گروه های مختلف طالبا با حزب اسلامی ازبکستان با لشکر جنگوی با حزب جمعیت علمای پاکستان با چیچینی ها با یلغره چین با کدام چندین گروه چندین نهادهای توریستی در اینجا هستند که فعالیت میکنند و در مقابل چندین استخبارات بسیار بزرگ جهانی در اینجا فعالیت های زیر پرده ای دارند مثلا ما هیچ وقت همیشه در صحبت از آمریکا گپ زدیم ما فراموش کردیم که انگلیس با توسط دستگاه ایمای سکس خود اینجا مداخله سری داره خود پینداکون توسط CIA خود اینجا مداخله سری داره روس داره، اسرائیل داره، ایران داره، پاکستان داره حتی کشورهای دوستی که مانند اندرسان در اینجا مسائل استقبالات خود داره جنگ مهم. امروز داعش و طالب یک بهانه شده داعش کدام داعش؟ خب یک تعداد دایشه که صادر میشه و یک تعداد دایشه که پرچم های خود تغییر دادن به سیاه و سفید و جاپا. و طالب کدام طالب؟ کدام دسته طالب؟ او طالبی که میخواهد واقعا افغان است، مسلمان است و از واقعا رنگ میبره، درد میبره، ناشی از کمکاری ها، کاری ها و او اشتباهات بسیار بزرگی که حکومت در راستای تامین منافع و حقوق عامه مردم داره او یا کسایی که وصلی دست کشورهای دیگه مانند پاکستان هستن و اینجا میخوان که اهداف بیگانه را اینجا تعمین بکنن و مردم رو به خاک خون بکشن. تشکر بروسی سل ما فکر نمیکنیم اینقدر ساده و مفت بدست بیایه بلی شکل اکومنداری که ما در یک کشور میبینیم اصلا ما اول ببخش ما خود اول ما امرای خود باید اصول داشته باشیم ما دوم مابین خود آشتی نداریم شما ببینیم که از روز چه مسائل بسیار پیچیده در یک کشور رخ داده دا رایسته دا. هر کس از سران حکومت از هر طرف جدا شده رئیس و یک بدنه تقسیم شده رئیس و مردم به یس و نومیدی کشنده ما اول موفق شدیم که وحدت ملی خود تامین بکنیم گرایی داشته باشیم همسویی داشته باشیم در رابطه با مسائل داخلی و خارجی افغانستان فکر مشترک داشته باشیم از مقام و چوکی و خودخواهی و این سالگردی ها بگذاریم بعد از او ما ببینیم به فکر سرنوشت مردم افغانستان شویم حالا که کس در فکر سرنوشت مردم افغانستان نیست هر کس در بند خود است هر کس در صد عصف کدن و نابود ساختن حریف های سیاسی خود است و کشور مختلف هم با چونین یک حکومت ضعیف ناتوان هر مملکتی که دلشان خواست میکنن و انجام داده تشکر آقای هاشمی آقای خلوتگر اگر به این بپردازیم اینکه که حالا این چنین حملات پیشینه هم دارد و تکرار شد امروز یک حمله دیگرش و آیا آینده هم چنین حملات با چنین حکومت و با چنین نیروهای امنیتی که ما و شما داریم پیام در پی خواهد داشت اول خو ما امیدوار هستم که چنین نشه به هر حالش ما به عنوان یک انسان بسیار سخت است بب... فکر کنم که داینده دا ایندا باز انسان ها میمیرن عنوان یک شهروندی جغرافیا بسیار سخت است فکر کنم که شهروندهای دیگه جغرافیا مسلمان ها و ها برادر های ما کش نمیشن اما خب یک یک آرمان شهری است که من از ذهن آرمانی است که در دا ذهن دارم در دا جغرافیای و نام افغانستان که آرمان شهر است اما واقعیت چیز دیگه است واقعیتی است که خب ما وقتی که حمله بالای تلویزیون ملی در جلال را شاهد بودیم گفتیم دیگه در آینده واقعی نمیشه بحب. بعد تا تکان خوردیم شاهد حمله بر تلویزیون خصوصی در کابل بودیم بعد گفتیم شاید با آینده تکرار نشه رادیوی محلی در ولایت غور با آتش کشیدن بعد گفتیم تکرار نشه امروز آژانس خبری آواپرس هم شاهدش بودیم که چون این عملات انجام پذیرفته اگر تعهدات دولت افغانستان در قبال تامین امنیت شهروندان به خصوص نهادهای عامل منفع یا نهادهای منافع عامه که برای منافع عامه کار میکنن اگر تعهداتشان عملی نشه قطعا شاهد چنین مواردی خواهیم بود اما میخوایم داخل پرانتز بگوییم که اخیرا و حداقل در یک سال اخیر ما شاهد نسکیری های سامانه ها و ساختارهایی بودیم به خاطر تامین امنیت رسانه ها و خبرنگاران بیشتر از سی نهاد تحت عنوان کمیته های مشترک رسانه ها و حکومت ایجاد شده در کابل و در بیشتر از سی ولایت که در کابل در اصلش آقای دکتر سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور است و در ولایات معاونین والی ها در اصل کمیته ها هستند در کنار از اینا نهادهای امنیتی و همچنان نهادهای های ای هم مشترکان کار میکنند این میتونه در صورت که این کمیته فشار بیاره در قل در میان نهادهای امنیتی به خاطر تامین امنیت خبرنگاران ایجاد بکنه از طرف دیگه امروزه ما شاید از این بودم ما نمیخوایم بگویم که او چیزی که آقای غنی رئیس جمهور افغانستان انجام داد امروز عجب کاری بوده و دیگه میتونه همه چیز حل بکنه حداقل با عنوان یک یک قدم نهادین حکم دادن که مسئله به صورت جدی بررسی شود ببینن حالا این بررسی ها پیشینه هم دارد و همچنان ادامه هم داشته و کدام دستاورده هم نداشتند از این بررسی هایی که انجام شده تا به حال حالا حکومت با اینکه میگه ما بررسی میکنیم و کلیت موضوع را ما در میابیم که چگونه اتفاق افتاده با دریافتن اینکه این, که این آه، آه، مسئله و یا این حمله چیونه صورت گرفته کی انجام داده درد همین کسانی که کشته شدن زخمی شدن دوا کرده می شود مدوا می شود آقای ما, ما می خواهیم بگوییم که ما به عنوان یک شهروند منتقد تنوزم باید. هستم اما نمی خواهیم باز قدم های یا به تحرکات بسیار کوچک مثبت هم فراموش کنیم وقتی رئیس جمهور یا رئیس اجرایی یا در کل نهاد حکومت میایه و گام را تا به اندازه پخش و تشکیل یک کمیسیون بر می داره و سریع سری می باشه و جدی می باشن. ما می تانم بگیم که حداقل از خاموش بودن حکومت کرده این گامش هم خوب است در قسمت بررسی موارد اگر حکومت افغانستان واقعا بر مبنای ملایه وظایفشان عمل بکنن حداقل پس از این که حال ازهان میکنن ما فکر میکنم که وقتی معلوم شوه که چی کسانی در پشت عادثه امروز مثلا کابل بودن چی وظیفه وظیفهشان را درست انجام ندادن و چی کسانی در میان ترورستان و کسانی که در درون حکومت هستند واسطه شدن تا رابطه تامین و ترورستان داخل حلقه امنیتی شهر کابل شوند حداقل اقل از حوادث آینده جلوگیری میکنه اگر, اگر بر تعهداتشان عمل کنند اما متاسفانه ما به مو افراد میمانیم که از هیچ آموزگاری نیاموختیم و قطعا از روزگارم نمیاموزیم بله آقای خلوتگر وقتی دولت و نهادهای مسئول قادر به تأمین امنیت رسانه ها نیستند آن هم در پای تخت افغانستان و بار بار حملات خونین بر رسانه ها تکرار می شود نشانگر ضعف است نبود اراده است نبود امکانات است یا نبود ظرفیت است در ساختارهای امنیتی افغانستان می دانم بگویم که خب دلایل مختلف وجود داره که مثلا یکی از تلویزیون های خصوصی در حولوش یک کیلومتری قصر ریاست جمهوری مدت قبل مورد حمله قرار گرفت این میتونه اولا نشانگر از این باشه که امانگی میان نهادهای حکومتی به خاطر تامین امنیت انسجام یافته بره تامین امنیت بر مبنای کنشهای های انسجام یافته بر شهروندا نیست یعنی اونا ام امانگی ندارن چون این امنیت راه نمیشه خدمات امنیت یک مسئله دوم من قطعا باور دارم که در میان نهادهای حکومتی افراد نهادهای حکومتی افرادی هم باوران دشمنان مردم افغانستان هستند. یا لیرا نامش شما ستون پنجم می‌گذارید یا نامش کسایی می‌گذارید که هم باور طالبان هستند یا کسایی می‌گذارید که های طالبان هستند او کار خودتان چرا تشخیص نمیشه بگار. آقای خلوتگرم ما ما, ما میخوایم بگویم بگوییم که این افراد نه تنها که افراد هستند که چنین معاملات را امکانات فرام فراهم که امروز اتفاق افتاد بلکه با باور یک شخص نه به نماینده دفتر عنوان نماینده دفتر نی با باور یک شخصی افراد شاید در نهادهای در در پست های کلان نهادهای امنیتی هم قرار داشته باشند که پیگیری افراد کوچکشان به خاطر حمایت افراد بزرگ باز وقتها امکان پذیر نیست اما میخوایم میره بگوییم که اگر عمله اتفاق بفته بعد افراد دستگیر شوند متاسفانه حکومت افغانستان یک نقص دیگه هم داره و اون نقصی که از موارد تحقیبی اجگاه گزارش نمیده و این نقص کلان است تا جایی که ما به عنوان عضو کمیته مشترک رسانه ها و حکومت در, در داخل جامعه رسانه ای افغانستان فعالیت میکنم در کنار کار در مؤسسه نی بسا از موارد اتفاق میفته ولی هیچ گاهی ایرم نشر نمیکنه مثلا رسانه ها در غزنی دوچار موزل میشن افراد دستگیر میشن اما هیچ کسی را پخش نمیکنه اینجاست که یک بیباوری بین مردم و حکومت افغانستان به میان میره مشکل دیگه از این مار چند طرفدار فرافکنی نیستم یعنی من نمیخوایم بگویم که بازی هایی که جریان داره در دا فراتر از منطقه است و حکومت افغانستان ناچار باید ضعف خود را بپذیره ولی به هر حال نمیشه از این واقعیت هم فارغ بود که دست استخبارات به مراتب قوی تر از نهادهای امنیت استخباراتی ما اینجا فعال است که بسا از اوقات دوچار موارد اینچنینی میشیم یا عملات چنینی اتفاق اینچنینی اتفاق میفته مسئله دیگه در اواخر به خصوص ما به عنوان یک روزنامه نگار میخواییم بگوییم که وقت ن... نهادهای تروریستی و گروه های تروریستی ایجاد میشن اینا مثل یک آتش میمونن که اگر یک جای خاموش شوند جای دیگه دوباره اینا روشن میشن ما شاهد بهتر شدن وضعیت امنیتی در سوریه و عراق هستیم شاهد سقوط دو تا مرکز اساسی و استعیه داعش در رقه در سوریه و در موسل در عراق هستیم قطعا این قارچ ها و این سمارک ها از یک جای دیگه سر میزنن ظاهرا ما،, ما شاهدش هستیم که دارن در شمال افغانستان و در نقاط مرکزی افغانستان و در کل در افغانستان و در شرق افغانستان آستاز تای قارچ داره سرای خود نشان می و از اینجا اینا سر میکشن یا می تاثیر داشته باشه و این موارد و یک مسئله دیگه که من فکر می کنم خوب شاید به دلیل از اینکه ما در یک حالت گذار هستیم از یک حالت بسته نظام سیای مثل طالبان به یک حالتی که بریم به طرف مردم سالاری اه، اه، ما مردم ما اما مسئولیت های خود وقتی مردم میگیم چی مردم عادی چی کسایی که دنهات ها کار میکنن چی کسایی که پلیس هستن چی کسایی که منصب هستن چی هر کس البته استثناء موجود داره مسئولیت خود را کمتر میپذیریم با, پلیس با, با, با نهادهای امنیتی مردم کمتر هم کار است مثلا وقتی یک آمر در منطقیش انفجار میشه قایده تن نسبت به وجدان کاری که داره باید دیگه کار نکنه در اون منطقه تشکر ولی چنین نیست یکی از دلایل میتونه ای باشه آقای آشومی به شما ادامه چنین حملات و ادامه چنین وضعیت در زدودن اعتماد مردم نسبت به کاری حکومت و کار نیروهای امنیتی چقدر میتواند تأثیر منفی بگذارد؟ بسیار زیاد امی اکنون نه تنها از لحاظ امنیتی از لحاظ او تعهدات و هایی که سران حکومت وحدت ملی پیش از انتخابات برای مردم داده بودن اکثر او تعهدات برآورده نشده مسائل همچون عدم تدبیری به موقع انتخابات مسائل مربوط به جلوگیری از فساد مر، مسائل مربوط نسپردن کار به حلش و زدن فقر و بیکاری و بیچارگی از جامعه ما خودش دلایل کافی هستند که اعتماد مردم از حکومت کاسته مزید بر مسائل امنیتی که ای بسیار مهم است و ای طبیعتا که فکر مردم نسبت به حکومت آسی پذیر ساخته در صورت که مردم جان خدا، مال خدا، زندگی خدا مسئول نبینه و حتی حرکت از طرف خانه به ناامیدی صورت بگیره که آیا ما پس دوباره به خانه میاییم یا نمیاییم حتی مساجد و مراکز فرهنگی و مراکز رسانهای و کوچهها و بازارها مسئول نباشه دگه یقینا ک ای حکومتداری در نظر مردم ضعیف جلوه میکنه این حکومتدارا نه به عنوان که ما اینجا سیستم نظام یا حکومت تقسیم میکنیم بلکه به عنوان از اینکه دلسوز هستیم به وطن به نظام به این مردم اینا باید خودشان متضرر باشن از این کس که نباشه هر کس که هر عمل انجام میده اما ضرب المثل سابق است نی. هر گلرکی هر کس به سر خود میزنه اون خودش میزنه دیگه. حالا اگر مردم انتقاد کنه که در اینجا رشوت است، در اینجا بی امنی است، اگر در اینجا بتاون سال بی عدالتی است، در اینجا حقوق اقل افراد مردم صحیح تامین نشده، در اینجا رشوت و اختلاس و چور و چپاول است، در اینجا غمخوری نیادی نساختن بلیس های اقتصادی مردم نیست، در اینجا هر کس با حساب خودش میخواهد که هر عمل را انجام بده و بی قانونی بیخی عام شده دیگه طبیعی که اعتماد مردم سلب میشه و هیچ کس هم از کس گلمان نباشه ای عواملی هستند که آیستا 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 مردم به یک وضع انقلابی میکشانه وضع انقلابی از لحاظ سیاسی است و شما هم آگاهی که او حالت زمینیدن که حکومت دیگه نتانه که امو وظایف و مسئولیت ها و مکلفت های خود به درستی انجام بده و مردم هم کافی ناراض باشد از اعمال و افعال و حکومت اینی حالت است که مردم ها هسته هسته به شورش میندازه هسته هسته ناامید میسازه منسجم میسازه هسته هسته بسیط میسازه تا بتانن که خودشان بشینن و مسئولیت جان خدا مال خود، عزت خدا آبروی خدا تامین بکنن و تصمیم بکنن سر سرنوشت آل زندگی آینده خود در خانه در خانه مردی است پیرمرد است مادر است پدر است برادری است هر کس میخواد که زندگی آرام و مرفه داشته باشه در این وضعیتی که دلیل تو حالت از لحاظ اقتصاد از لحاظ اجتماع از لحاظ سیاست از لحاظ امنیت هیچ کس احساس مسئولیت نکنه آدم چی تعبیر کرده میتونه آقای شمی باری این حمله مانند امروز دقیقاً با بیشتر بالای حکومت با میگردد بالای کسانی که این گروه را انجام میدهند و سهم هر کدام یا گناهی بیشتر در کشتن مردم و در قتل کشتار مردم بیشتر با کدام یک میگردد شما ببینید وقتی که ما متوجه هستیم که یک دشمن بسیار خطرناک به جان مال مردم متوجه هسته وقتی که ما ببینیم اونجا آتش هسته ما چی تدابیر باید بگیریم ما چی باید بکنیم بلی ما خو میفهمیم تعریف توریسم و تعریف دشمنای مردم افغانستان واقعیت چه در سر تا سر جهان مده خود افغانستان سالات ما تجربه کرده رئیسیم این بستگی به ما داره که ما چگونه تدابیر میگیریم در بخش دیگه که تامین امنیت شده با در رابطه با تامین امنیت هم نوی اه, اه نظری صورت گرفته سعی کنین همین پلیس که ما میگیم این یک مسلک است امی اردو که ما میگیم اسکریات که ما میگیم ای یک مسلک است ای که امنیت ملی بکش میگیم ای مسلک هسته وقتی که افراد و اشخاص غیر مسلکی افراد اشخاص با و اشخاصی که اساس سلیقه و باساس خواست ها و نیاز و تیم و واسطه و اسلا بیاین بدون از که مسلکی باشن بدون از که تجربه کاری داشته باشن بدون از که تخصص داشته باشن در رشته و وظیفه و کار خود از اون چی توقع هست ولی پلیس خوب باید چهار سال اکادمی باید بخوانن بلی بله اونجا باز بیشتر از اون بره مسائل بالاتر ظرفیت خود در کشورهای خارج باید بالا ببره مثلا اردو که هست باید عربی چون بخونه پیشنهاد تام برای, برای حکومت بخونه. و نهادهای مسئول امنیتی برای حفاظت جان و مال مردم و چنین محافل و مجالس چی است بله پیشنهاد اساسی است که اول حکومت وادت ملی شورای امنیت و همچنان سر کماندان اعلی قوا مسله تجدید نظر بکنن روی افراد و اشخاصی که اونا غیر مسلک هستن تجربه ندارن اونا به خاطر چوکی به خاطر پر کردن جیب خود شیشتن و از اعتماد که عیانا با اساس واسطه و واسطه و سلیقه نامدن و از اعتماد که حکومت برای که از اینا کده از سوی استفاده میکنن اینا را حذف بکنن حذف بکنن و به ویژه اشخاص متخصص اشخاص با تجربه اشخاص دلسوز به وطن اشخاص مسئولیتپذیر پذیر بگمان دوم که امانگیر در کار کشف و استخبارات به وجود بیاید ما در حالت نیستیم که بشینیم که چه وقت بر ما یک خود ما باید کشف داشته باشیم در کوچه در مسجد در دوکان ما باید اینقدر پول شا شا بریاست ای های اپراتیفی که تقسیم میشه و توضیح میشه به ولایات به خود ریاست ها به ریاست امنیت ملی به اردو به پلیس این پول های اپراتیفی چی میشه باید به مصرف برسه اشخاص افرادی مسئول افراد اشخاص امانتدار دار باید اونا گماشته شوند تا بتونن که کشف کنن اشخاص مسکوکه، بلی که مسکوکه رفتار مسکوکه بلی فعالیت های تخریبی که در کجا نقاط آسیب پذیره شرید های امنیتی خوب ایجاد باید شود تلین های اوزاری باید صورت بگیره همیال من مطمئن است در شهر کابل یا از کجا می آین یقینا در این کوچه در او کوچه در او بنایه در او از قبل آمدن قرارگاه ایجاد کردن این شهر است که نه نمری خانهش معلوم است نه نمری کوچیش معلوم است نه اینجا کدام ایسایه است که کی آمد کی رفت هیچ کپی معلوم نیست هر کس میتونه آزادانه به خانه کرا بگیره برای در در پایگاه تخصیبی خدا ایجاد کنه که چون که هست بلی و, سوال تشکر آقای آقای با اگر و این پرسون سوال تشکر آقای هاشمی آقای خلوتگر به عنوان جنبندی اگر به این به اینکه حالا این حملات صورت میگیرد گهناگاه بالای مراکز رسانه در کشور چقدر میزان تاثیرگذاری بالای کارکرد رسانه ها این حملات میگذارد و میزان تاثیرگذاری برای اینکه فعالیت رسانه ها کم شود و کاستی در فعالیت اینها بیاید آیا واقعت به وجود خواهد آمد امروز ما شاهد حالت بودم که میخوایم تقدیر بکنم از خبرنگار خبرنگارای ما داشتن انجام میداد از یک طرف انفجارا پای هم اتفاق مفتاد ولی از طرف دیگه خبرنگارای ما با عنوان قهرمانان اطلاع رسانی کش میکنن نزدیک بادسه هم ببینن بالای مردم چی اتفاق افتاده. این ای واقعیت است که نمیشه از این چشم پوشی کرد اما از طرف دیگه ما شاهد از هم هستیم که با افزایش حمله بالای خبرنگاران با افزایش حمله بالای نهادهای رسانه‌ای ما شاهد کاهش حضور خبرنگاران نخبه در رسانه ها بودیم به خصوص در ابتدا شروعشت از مناطق روستایی بعد تعداد خانم ها از رسانه ها کم شدن یا به دلیل از اینکه زمینه برای بیرون رفتنشون مساعد شد با توجه به خرابی وضعیت امنیتی یا به دلیل از اینکه خانواده هایشون نگذاشتن فرزندانشان برند در چنین حالت کار بکنن. یک صدمه کلان تا حالا حالا هنوز اه 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 نه به بس صورت بسیار بزرگ ولی صدمه زده برای پیکر آزادی بیان بزرگترین دستاورد 16 سال مردم افغانستان و همین فرایندی که جریان داره تحت عنوان دموکراتیزه کردن افغانستان از طرف دیگه اه ما اه از دید چگونگی ارائه بیان چگونگی ارائه اطلاعات آزادی کامل را نسبت برای کشورهای همسایه چی ایران چی پاکستان تا چی کشورهای تاجکستان و ازبکستان اینا داشتیم ولی وضعیت این چنینی میتونه ایرم صدمه بزنه یعنی یک حالتی را بار بیاره که ما اصطلاح خبرنگاریش خودسانسوری برش میگیم یعنی من که در پشت میز کارم ششتیم به دلیل نامنی فکر کنم که بهتر خب است این موضوع رو نگویم تا ادف قرار نگیرم چون هیچ کسی هم نیست باید آخر روز از ما دفاع کنه و این ای مسئله دیگه که میتونه باعث خودسانسوری شه و آزادی بیان نقص و مسئله دیگه مردم به هر گونه اطلاعاتی که شامل فرایند زندگیشان است نیاز دارند به او وقتی ما به عنوان خبرنگار در پشت میز رسانه ایم ششتیم ولی فکرم ده که خب ما با بالای رسانیم بالای نهادی که ما کار میکنم عمله شوه این کیفیت کار ما با پای... فکرم بیشتر با اینکه که چطور زندبانم میشه تا اینکه که چطور بهتر کار کنم دشتر. اینجاست که کیفیت کارم پایین میه و امو چگونگی ارائه اطلاعات که حق مردم است این خراب میشه و حق مردم زایی میشه در کل وضعیت خبرنگارا ما فکر میکنم در کنار از اینکه خبرنگار های ما قهرمان هستند در کنار از اینکه جرتشان قابل ستایش است ولی به صورت طبیعی چون این وضعیت چون این موارد میتونه وضعیت آزادی بیان را و تعداد و تکثر رسانه ها را و همچنان خبرنگار را در افغانستان صد مرد تشکر از حضور شما آقای مجیب خلوتگر رئیس دیدبان رسانه های آزاد یا نی و آقای سعید صفی الله هاشمی سناتور از حضورتان در این بحث و از شما بینده های گرامی هم سپاسگزار هستم که تا این دم با ما همراه بودید بقیه وقتتان خوش خداوند نگهدار